یادگاری که در این گنبد دوار بمان. با گرمترین و صمیمانه‌ترین درودها حضور همه شما بینندگان ارجمند و گرامی، برنامه با بزرگان موسیقی رو از شبکه جهانی انای تیوی ملاحظه می‌فرمایید. همونطور که در برنامه‌های پیشین خدمت شما عرض کردم، تلاش کوشش ما بر اینه که چهره‌های ماندگار و تاثیرگذاران هنر موسیقی های مملکت خودمون رو تا اونجایی که در قدرتمون است به شما معرفی کنیم. هفته پیش در این برنامه با آقای عطاالله خرم، این هنرمند عزیز و گرامی که ده ها اثر ماندگار خلق کرده در طول دوران فعالیت خودش، گفتگو کردیم که قسمت نخست آن رو شما ملاحظه فرمودید و در این برنامه قسمت دوم این گفتگو رو شاهد خواهید بود که با آقای خرم دیدار داشتیم در منزلشون و از فعالیت‌هاشون با شما میگوین، از کارهایی که انجام دادن. تقاضا میکنم به قسمت دوم این گفتگو توجه بفرمایید. آقای خرم، برگردیم به کارهای خود جناب عالی. شما برای فیلم ها هم آهنگای ساختید که خیلی فراوون بله تأثیر گذار بود. بله آقای خرم، شاید این سوال عامیانه باشه، همه شما پرسیدن و حالا خودت توی سالها نشستی ببینی که در ایران چند اثر خلق کردی؟ نه والا نه نه شمارش هم نکردی؟ نه والا نه همینجوری حدسی هم نمیتونی ببینی؟ حدسی؟ چند اثر؟ آره اونه که در ایران اجرا شد، حالا به خارج که کوچ کردین میرسیم بهش. حالا در ایران هستیم، در همون دوران هستیم. بله، در حدود 400 تا با فیلم ها با آهنگای فیلم. خواننده ای که با شما همکاری کردن به اون آهنگ دادید، خانمای خوانندگی در زمینه موسیقی پاپ، بله در ایران غیر از خانم رامش بله راشین هم بود، خیلی اونم خیلی گل کرد. بله. راشین هم خیلی گل کرد. الان در لندن هم تماس داریم با هم. بله. دیگه شوهرش دکتره اونجا، دارن زندگی میکنن. خب شما چون آقای خرم احاطه به موسیقی ایرانی هم داشتید برای خواننده هایی که در بله به ایرج، به سرکار خانم چیه همیر خانم، بله خانم همیر، اون آهنگ معروف چیست ببین من هنوزم نفس میکشم، نفس هوای قفس آفرین از بری. اتفاقا من میخوام اینو پخش کنیم. آره، یکی از کارهای آقای خرم با صدای خانم همیرا. بله این فوق العاده است. و شعر اینو کی گفته؟ خانم امیر افشار؟ نخیر آقای خوبی نداره حالا ای بابا، فکر میکنم شیرازی باشه، یدالله محمد علی شیرازی؟ نه یدالله چی؟ یدالله رویایی بودی؟ نه ولی یه شیرازی داشتیم که اون آنه چرا نمیدخم چرشون گفته برای شما شیرازی. بله نه این یک کس دیگه است. یک کس میگه بله.
خب حالا اینو یادداشت کردیم اگر خاطر میگم بهتون بله با صدای خانم عامره بله 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 یوش هم داریم اینو با هم میبینیم و برمیگردیم Thank you.
جای دلنشین بانو میراست که واقعا باید قدرش بدونیم اعتبار باشه. برای فیلم ها میخوام بگم. بله. مشهورترین فیلمی که من یادمه آهنگش گل کرد، یه فیلمی بود خود منم خیلی خوشم میواد، آهنگش یادمه، گرشا رعوفی بازی میکرد، محمد متوسلانی، هر دوشون رفتن روانشون شد. آره، بیست ستاره. یا بیست ستاره. بیست ستاره، خدا بیامرزه. چیز اینجا رفیقمون رفت از بین. آقای پرویز. پرویز خط، پرویز خسرو پرویزی. آره، خدا بیامرزه. من از ساخته ایشون بودن. این فیلم خودتون نداریم بیست ستاره رو؟ بی ستاره ندارم، نه ندارم، ولی هست تو بازار فکر میکنم. من خیلی گشتم که این فیلمو پیدا کنم ببینم. ده؟ بله، به خصوص من یادم اون صحنه ای که این بی ستاره ها پر... آره، من خودم هم ظاهر شدم، ویگنم ظاهر شده. این جالبه. آره، چیز من ویولون میزنم میخونه، البته ارکستر داریم. ارکستر. آره چیزه. آقای خورم ببخشید این سوال، چه مبلغی میگرفتیم برای موسیقی یه فیلم؟ این ترانه‌ای که عرض کنم فرق میکرد. مثلا اون وقت هر آهنگ مثلا 3,000 تومان 4,000 تومان. بله اون زمان. بله. خب پول زیاد بود، خیلی پول زیاد بود. بله. نه، یکی از چیزایی که من هیچ وقت نگفتم، مثلا اینو بگم، اینو همه بدونن. عرض کنم بهتون، یکی از این چیزایی که باعث شهرت ما شد آهنگای تبلیغاتی بود. درسته. آهنگای تبلیغاتی شخص نمیدونه کی ساخته. بله. ولی خب برای ما پولساز بود. من یه روز نشسته بودم دیدم که یه آقای اومد اینو گفت که آقای خورم میخوام که شما یه آهنگ بسازین راجع به تلویزیون فیلیپس. بله. گفتم من برای تلویزیون بسازم که چی؟ گفت تبلیغات. گفتم این کار من نیست. گفت آقا اسم شما رو که نمیاریم که. بله. فکر کردم بابا من مثلا شادمان ساعتم و دارم چیز بسیدم بگم بشی برم نه که واقع اسم که نمیاریم کسی نمیدونه که خیلی خوب من اومدم آهنگای تبلیغاتی رو گذاشتم دیگاه کردم ساعت دادم از بلا 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 یکی پاش دارم نشد بله باز فکر بگه کرد اومدم این رو یک چیز میکرد اولش به یه صدای سینج گردن کلوف داشتیم بعدا مثلا فیلیپس جام جهان نما فلان اینا این آهنگ خوششون اومد مردم بعد از اون دیگه مرتب آهنگ مثلا از اینجا قونه میپره چون خود قونه باخبره چی چی داره تعم کره تعم کره سایه روشن رای شمرونه برای چراغ زندونه تلفن 75,000 گرداشت میکنید یادش بزن من میرفتم اونجا آقای زارعی بود صاحبش بله. نمیرفت پشت پنجره چیز میزش بشه میمد میگفت آقا این کاخ تو ساختی آقای خورم یه دو مغازه داشت کوچولو به اندازه این اتاق من پد کرکره میفروخت من این آهنگ که ساختم یواش یواش هر کس کرکره میخواد خب میاد تلفن 75,000 میخواد و با میمد مثلا هر چی پد کرکره از این چیزا لازم داشتیم پول نمیگرفت از من بله، اینجا هم حتی تماس گرفت با من چند دفعه بله، چی مخملی نمیدونم خیلی روغن کرمانشاه مثل بهار ارزونتره این فرق داره یه روز رفته بودم اون آهنگ چیزی که آقای ویگن هم یه مقدار زمانشاد ویگن زندیات غورو خونده بودم شما ساقد بالای تو رعنا رو برازم چرا نرم رقصی رفته بود شعرش عوض کرده بودن نه، نه مال من نبود نه مال شما نبود بله این آنتی پارامتز میگم بهتون من در دوران میرفتم تو چیز دانشگاه ملی درست میکردم دوستان زیادی داشتم اونجا آقای دکتر شیرازی کی یه روز رفتم دیدم که با چیز نوشتن ما ساخته بودیم روغن کرمانشاه مثل بهار ارزونتر این فرق داره درشت با زغال نوشتن دختر دانشگاه مثل اناره انار ترشیده نیست این فرق داره هر کاری می‌کردیم واسه کنم گفتم که یه انعکاسی داشت بالاخره یعنی من خیلی دقت می‌کردم که چه چیزی که میدم بیرون تازگی داشته باشه یه چیزی باشه توش آخه یه چیزی باشه که بگیره بله درست نوآوری دیگه نوآوری بله مثلا من یادم اون موقع شما یه آهنگی ساختین آقای ویگن بازخون
عرض کنم به نام شکوفا. بله بله زیبا. این یادتون شعر شکوفا رو که گفته بود؟ بله، پرویز وکیلی. پرویز وکیلی با هم رفته بودیم چیز؟ بله بله، با هم رفته بودیم منزل یه تیمساری در کرج، دعوت داشتیم. عرض کنم تیمسار بشیر، خدا بیامرزه، بودیم که ادامش کردن. روحش شاد، روحش شاد. بسیار انسان شریفی بود. یه باغچه داشت اونجا، ما رفته بودیم اونجا، من و ویگه و پرویز وکیلی. بهار بود، شکوفه ها اونجا. من عادت ندارم یه جا زیاد بشینم. باشم راه رفتم، شکوفه ها رو دیدم. اون وقت من سیگار هما میکشیدم. تا میکشتی سیگار هما؟ بله، همه اون وقت میدم مشهور بود سیگار. بله این شکوفه ها رو دیدم، خیلی خوش آمد. باد میزنی نمیرخصد، شکوفه میرخصد از باد بهار. نوشتم، نوت نوشتم روی قوطی سیگار رو. رفتم پرویز استاده کردم، پرویز بیا. من گفتم ببین این نیست، خواهدم چقدر قشنگ، خیلی خوش آمده. اونم قلم گرفت و شکوفه میرخصد از باد بهاری، شده سمت تا سر دشت سبز گلداری. ای شکوفه خنده هاتون تا تابستون پلان. این نوشتم آوردم گرفت. میگن شریف گفت وح با این چقدر عالیه پلان. از جون دل خون. بعدا این ارکستر آقای شمس با مجاهدین اجرا کرده، میگن بسیار عالی. بعد نیست پخشش کنه. بله حتما، شمس یکی از اون رهبران واقعا میخواد. بسیار عالی، بسیار عالی، جوان بسیار خوبیه، هنرمنده و بسیار هم متواضع. خیلی هم متواضع، انسان شریفی، کسوت و احترام داره، کاملا صحیح. این شکوفه ها رو بعدا من یادمه در رادیو، در همون برنامه شما رادیو، بچه هایی که میبیدن دانش آموزان. آره به اجراش من دارم، چقدر قشنگ اونا اجرا کردن. کاش اگه داری بخش کنی. شکوفه میرقصد از باد بهاری، شده سر تا سر دشت سبز و گلناری. شکوفه‌های بیقرار روز آفتابی، به سبا بوسه دهد با لب سرخابی. ای شکوفه خنده تو جلوه ها دارد، آن روی زیبا نظری سوی ما دارد. دلدار بلبل دارد سخنها، آراید از ساز و سخن بزم چمنها. باد بهاری با بیقراری، شکوفه پرپر کند و لال پریشان. به هر طرف دست سبا گشت گلشان، شکوفه میرقصد از باد بهاری، شده سر تا سر دشت سبز و گلناری. عطر جان بربر گل میبرد گوشم، نغمه مرغ چمن پرد خاموشم. ای شکوفه خنده تو جلوه ها دارد، آن روی زیبا نظری سوی ما دارد.
شکوفه میرخصد از باد بهاری، شده سر تا سر دشت سبز و گلناری. شکوفه های بیقرار روز آفتابی به سبا بوس دهن با لب سرخابی. ای شکوفه خنده ی تو جلوه ها دارد، آن روی زیبا نظری سوی ما دارد. ای شکوفه خنده ی تو جلوه ها دارد، آن روی زیبا نظری سوی ما دارد. ای شکوفه خنده ی تو جلوه ها دارد، آن روی زیبا نظری. به نظر خودتون مثل آهنگاتون اینو یادداشت کردین؟ چند تا فیلم به شما مراجعه کردم. والا خیلی یادم نیست، ولی خیلی بوده. آهنگایی که اجرا میشد میساختین یا موسیقی متن هم بسشون میساختین؟ نه، من آهنگ متن نساختم. همش آهنگایی که اجرا میشد. بله، آهنگایی که اجرا میشد. یه خاطره دارم. یه روز آقای کی بود؟ بگدلی. بله، بگدلی. بله. اومد به من گفتش که بگلری. بگدلی. بگدلی فیلم میساخت. آقای خورم یه فیلم به هندی داریم، ما میخواییم اونی دوبله بکنیم، ولی آهنگش اونقدر قشنگه که من دلم نمیاد این آهنگ نباشه. من رفتم شنیدم، گفتم من درستش میکنم، میگم گوشم بخونه این همون تا فارسی. گفت میشه؟ گفت اگه بشه من یه قالچه میدم بهت. گفتم خیلی خوب. آهنگ رو درست کردیم، این موسیقی اونو برداشتیم چون چیز نبود، درآوردیم بیرون و اونا جاها که خواننده میخوند ریتم گذاشتم زیرش، نه دادم گوگوش هم خوند، دادم نیست اسمون، مادر بود، خیلی سوزناک بود. خالصه گذاشت تو فیلم، خیلی خوشش اومد، خیلی خوشش اومد. من دیگه فیلم هایی که سر صدا کرد یکم طلوع بود. طلوع بعده طلوع آهنگای خوب دادم بهش، گوگوش خونده. زیادی ساختم. بله. هر کدومش هم بی دلیل نبود، بی چیز نبود. بله. بی کیفیت نبود. نخیر. یعنی اگر فرض کنیم من یه آهنگ می ساختم، خواستم ببینم که این یه تازگی داشته باشه. بله. بعضی آهنگ هم خیلی قشنگه، ولی اونطور که باید سازن سر صدا نکرد. مثلا بارون ساده بود گرفت. بله. اما مثلا من مرغ و طوفان دارم که شبی مرغی سبک بالا نشست بر شاخه ی دوز. خیلی قشنگه. اون نتیجه که باید بده نداد. یا مثلا من که جنگل بود دارم، شعرش الان یادم نیست،
جنگل خیلی قشنگ، ارکستراسیون خیلی خوبی. دیگه یه چیز داشتیم که یارو میره ماهی بگیره نمیاد، زنش با یه فانوس شب میاد در دریا، این تو شعر هست من. و نگاه میکنه که هی با میسته، بعدا میبینه که یه چند تا چوب پارو اومد و آورده. اصلا میبینه خیلی قشنگ، مو ارکستراسیون خیلی قشنگ. این هم آقای ویگن خونده؟ بله ویگن خونده. اون آهنگ بندر هم ویگن خونده؟ بندر نه، بندر مال سورن، مرحوم سورن. سورن؟ بله. خب خیلی از کارو مثلا شما الان اشاره کردیم به دو کبوتر، من یادم این دو کبوتر در زمانی که ما ایران بودیم فوق العاده مورد توجه مردم بود. بله در رادیو که ما بودیم، در همون رادیو شما. بله بله بله. باور کن تلفن ها میشد. یه روزی عرض کنم حضورتون که معذرت میخوام، سکرتر من گفت یه آقای افسری اومده شما رو میخواد، میخواد بیاد با شما صحبت. اومد یه افسر شهر بود، اومد سلام علیکم فلان، دست که از کیفش یه چیز داره برد، از این صفحه های سی سی دور کچلو آره که دارم من اینجا با صدای گوگوش هم هست. گفت آقای خورم ببین این لیبلش در اومده. گفت من اونقدر گریه کردم که این لیبلش در اومده. گفتم آخه چرا این کار کرد؟ گفت دیگه کار شماست دیگه، چرا این کار کرد؟ ببین دو کبوتر یه حالی داده به من. دو کبوتر با هم آخه همش هم خاطر انگیزه. دو کبوتر رفته بودیم سربند خونه یکی، اتاق کوچیکی داشت، من اومدم بیرون دیدم که این کلاغا با هم دیگه معذرت خواهم قار قور قور میدم میاد. گفتم خدایا اینا هم مثل ما قراشون دارن، زن شوهر مثلا زنه میگه مرد یک کجا بودی دیر اومده اینا. یه چیزی نوشتم بعدن گفتم چیزی نیست، دادم شعرش وکیلی بسیدم. کلاغ که خوب نیست، دوتا کبوتر. بله اون خیلی قشنگ، توجه کن همه که حساب کتابی داشت. داشتیم میرفتیم آبادان کنسرت بدیم، تو قطار بودیم، میگفت این ریتم من در رفتم رفتم گریزانم از ادارت رفتم، یعنی هیچ کدومش بی دلیل نیومده بیرون علم جروی بردارم بنویسن، نه یه چیزی داشته احساسی روش بوده ساختی. این رفتم رفتم بعد دادین آقای ویگن رو. بله ویگن، ویگن خون بعدن رفتم. چرا با چیز با الهی تو صدایش من میدونم. آره رفتم یه چیز دیگه، اون آهنگ چیز ریتمیک دیگه شما درست کرده بودین، عصر سنتلا. بله بله کردم دختر خانم. بله 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 مثلا این اجرا میشه الان من دیدم. بله. ولی هیچ جا نمیگن که آقا این از کارهای آقای عبدالله خرمه. بله. دونه دونه. واقعا میگم اکثر کارهایی که آقای ویگن اجرا کرد بیشترش وقته شما. بله بله بله. تو کی خواننده های آهنگساز دیگه به آقای ویگن بله. دادن مثل بله. هر روشاله همراه مرغان خوشحال
گر به کوهستان و گر به صحرا در پرها جرمه ی زندگی را در چشم هم میدیدی چون به شب میرسیدی کنار هم آرامی آشنانه می لرزی با زبیم جان خود بر سر هم پر می کشی اکنون از هم رو گردانی نه من نه تو نمی دانی چون شد آشنا می گشتی سوزانی دلش سازیز دلدارش جدا اکنون از هم رو گردانی منم نمونه میدانی چون شد که آشنا گشتی روز دیگر جدا گشتی که دردار من ها از من جدا کرده خدا خواهم به سوزانی دلش سازیز دیدارش جدا اکنون از هم روی گردانی نه من نه اون نمیدانی چون شاکی آشنا گشتی روز دیگر جدا گشتی عزیز و گرامی با آقای خرم استاد عطا خرم در خدمتشون هستیم. خب خیلی از مسائل رو با شما در میان گذاشتن، حتما که در ایران که بودن فعالیت هایی که شروع کردن همه شما میدونید که آقای خرم آثار ماندگار زیاد داره. اگر ما بخوایم واقعا دونه دونه اونا رو بررسی کنیم باید روزها بنشینیم در موردشون تک تک صحبت کنیم. و الان برمیگردیم به لس آنجلس و آقای عطالله خرم هم مثل بسیاری از فرهیختگان ما کوچ کردن، آمدن به غربت، ولی در غربت هم هرگز دست از فعالیت نکشیدن، کماکان در همین زمینه کار میکنن. من کتابشون نوشتم نگاه میکردم، یک اثر فوق‌العاده ماندگار به نام گلستان موسیقی. این کتاب الان دست منه. در این گلستان موسیقی که از خودشون خواهش خواهم کرد بیشتر بهش توضیح بده، تصویری هم هست. من نگاه میکنم ارکست شماره یک هنرهای زیبا، درسته؟ بله، مرحوم سبا. بله، ارکست سبا است دیگه.
فوق العاده است. حالا نمیدونم تو دوربین نشون داده میشه که آقای میرفخرایی کارگردان فنی رو عرض کنم که استاد همه ما محبت کردند و ما در خدمتشون هستیم و بسیار خوش آمدیم به اتفاق جناب فریدون میرفخرایی. خب آقای خرم، شما چه سالی از ایران آمدید بیرون یادتونه؟ بله 79. 79 چه شد که آمدید از ایران بیرون هست؟ عرض کنم حضورتون که یواش یواش سر صدا در اومده بود که شروع کرده بودن. من دوست نازنینی دارم آقای ارونقی کرمانی، بله، سردبیر مجله اطلاعات هفتگی، بله، ایشون با ما اون داستان پاورقی بله. همه میخوندیم دختری امشب میبینیم، بله 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 هم باشه، بله، ایشون از دوستان صمیمی بنده هستن، بنده افتخار دوستیشون دارم. گفتن که خورم بیا بریم اینجا شلوغه، یه هفته دیگه برمیگردیم. بله ما موقت ایشون بچه هاش در چیز در فرانسه در مشغول درس بودن اونجا وسیله داشتن. ما پاشتیم با ایشون یه دونه ستار یه دونه مولانا گرفتیم دستمون با 1500 دلار قرض، پول نداشتم، اومدیم رفتیم فرانسه. بله رفتیم فرانسه، ایشون خب محبت میکردم، ما اونجا بودیم در خدمتشون، ولی من خودم خجالت میکشیدم، یه ذره اینقدر ماهی میگرفت 20 دلار. بله گرونه، بله اونجا خیلی مشکل بود. بله من اون وقت حالا اونش یه چیز سرما و یه شدید، بله چیز نزدیک ژانویه بود ما اومدیم. بله من یه پالتو پوست داشتم اونو میپوشیدم، پلیور میپوشیدم، یه کلا پوست هم داشتم میذاشتم سرم، ما این باز میلرزیدم. بله خیلی سرد اروپا، درسته. بچه های من مشغول بودن در آمریکا تحصیل میکردن، گفتم برم آمریکا، چیز دم چون هی هر روز هم خبرهای بد میرسید. بله. تا گفتن شاه رفت. بله دید میگه حالا نریم بزنیم چی میشه. اومدیم پاشون اومدیم آمریکا، اومدیم آمریکا، فقط پولی که برای من مونده بود این رو خرج کرده بودم، فقط 500 دلار مونده بود، با 500 دلار اومدیم آمریکا چیز لس آنجلس. بله با میگم تماس گرفتم بودم، میگه من اینجا کارماری پیدا میشه؟ گفت تو هر جا بری 4 تا شاگرد درس بدی خب پول میگیری. بله میگم راست میگه. بله اومدیم 500 دلار هم پول داریم، دار ندار، خدا پدرش بیامرزه، یکی از شاگردای قدیم من ما رو به تو رو ما خورد، گفتیم آقا یه جایی برای ما بگیر. این طفل هر جا برد من، خب از خونه با اون بزرگی تو سعادت آباد 1000 متر من همه پسندیدم، همه جا دالون دراز سوراخ سوراخ، هر کسی از یه سوراخ سر در. بالاخره اومدیم گلندل، یه باقی بود اونجا آپارتمان، خیلی خوشم اومد، استخری و درختایی و فلان اینا، گفتم اونجا طویلش هم خالی بود بگیر. یه دونه سینگل گرفتیم اونجا ماهی 400 دلار. بله از اون 500 دلار 400 دلار اول دادیم اونجا. بعدا شروع کردم خدا بیامرزه خسرو پرویزی و مجله داشت، در مجله اون گذاشتم که بعد خرم درس میدم. حالا من ساز ندارم، یه دونه ستار دارم. بله همین مثلا حتی ویولون مثلا میخوام درس بدم ندارم بیاد. خلاصه به هر نفعی بود چیز کردیم، همون ماه اول ما مثلا 1000 دلار درآوردیم. بله از شاگردینم همین میمهد. یواش یواش دیگه مجبور شدیم اینجا موندگار شدیم، هی هر روز بدتر شد، هی بدتر شد، هی کشتن، هی میکشن، هی ما جرات نکردیم بریم. بله نشون بیانش این که خونه ما هم رفت، زندگیمون رفت، یه باغچه داشتیم اون رفت، همه چیمون رفت. گفتیم الحمدلله شاد شو خدا، بچه همون سالم، من خودمون سالم، عیب نداره. بچه ها آمریکا بودن؟ بله آمریکا بودن. بله دخترم مهندسی میخوند که مهندس خیلی خوبیه، نه پسرم کامپیوتر خونده، اونم مشغول. دو تا بچه دارین؟ سه تا. سه تا؟ بله بله. خب چند؟ دو تا پسر یا دو دختر یا پسر؟ خیلی سه تا فرزند دارید؟ نه خیر چهار تا. چهار تا؟ دو تا پسر دو تا دختر. دو پسر دو دختر. زنده باشن. زنده باشن. هر چهار تا در آمریکا هستن؟ بله هر چهار تا. چند سالتون آقای خورم؟
اینا خانه ما نمیشه پرسید ولی چند سال ما شوخی داریم با هم. واقعا این مهمه مردم بدونن در این سن ماشاءالله سرپایی. بله من سنی ندارم واقعیت بگو. نه چون شما به کسی نگینا 85 سال ماشاءالله. واقعا واقعا باید بزنیم به تخته کماکان اصلا نمیاد که ما 80. من عرض کنم حضورتون که دلیلش اینه که غذا سالم میخورم، ورزش هنوز من دست نکشیدم، هفته 5 روز حداقل من ورزش میکنم و این معجزه ورزش اگر احیانا خوب مونده، من که معتقد نیستم خوب موندم، ولی نه واقعا نسبت به دوستانم که نگاه میکنم میبینم نه من وزن بهتره. شکر خدا انشالله 23 سال دیگه زنده و سالم ببینم. بله انشالله که روزی باشه که آقای خرم عزیز جانم برگردین همونجا نگاه بکنیم به اون محله قدیم آخه همون کرازی که داشتید همون خراب شد میدونی فریدون؟ بله دیگه دیگه نه چیز اصلا ساختمون خراب شده بعد از ما نتونست خودشون کرد. بله خیلی همون که واقعا یه تصویر خوبی از اونجا داشتیم. بعضی از دوستان میان با آدم میگن آقا شما اون تصویر گذشته رو دارید اصلا تغییر کرد. بله بله اصلا من فکر بودم برم ایرون کسی رو نمیشناسم کسی هم من نمیشناسم کجا برم. بله خب شما رو میشناسن. خب آقای خرم آمدید و در آمریکا مقیم شدید؟ مقیم شدیم و شروع کردیم به درس دادن. بعد هم که اونجا یواش یواش دیگه وضعمون درست شد اومدیم به سوت. بله سوت اون طبقه بالای اتاریا من تمام سر تا سرش رو ماهی اجازه کردم ماهی $1000. بله یادم اونجا رو من یادم درست کنم حضورتی که اونجا درس میدادم مشغول بودم درآمد من بد نبود ولی یه ایراد داشت. ایرادش این بود که هر کی میومد اون دم در میخوند عطا الله خورم راست پلار میگرم میومد بالا سلام. ما هم خب سلام یه چایی میذاشتیم جلو شاگرد بدبخت اونجا نشسته هی بشین که بشین چی رو مونم نمیشه بگیم آخه یارو مثلا از فلوریدا پاشته ما یا آقای خوردم به هم نه شما اینجا من بگم پاشم برو من جایی. بله همینه دیگه محبوبیت همینه. بله یه منافع داره یه مزاری داره. بله یکی یه دوست نازنین داشتیم اون به من گفتش که آقا من برند فود دو تا اتاق داشتم اونجا دارم میرم بیا اونجا رو بگیر ارزونه. ما رفتیم دارو دیدیم بله جای خوبیه $800 اجارش گرفتی. 7-8 سال اونجا بودم بعدا این صاحبش چینی بود میخواست بفروشه من به بچه هم گفتم بیا اینو بخرین ملک خوبیه نرفتن زیر بار ملک رو فروخ $600,000 بعدا یه آمریکایی دوتا جوان خریدن آوردن تمام مستاجرها رو بیرون کردن که یک شب بنده بودم البته به بنده $5,000 دادن. بله چون چند سال اونجا بودم. بله و اجاره رو یه دفعه از $700 بردن $1,200 بله که الان ملکشون الان 2,000,000 قشنگ میارزه. بله بعدا من اونجا مشغول بودم و از وقتی که جوان بودم و چیز بودم تصمیم داشتم که یک کتاب بنویسم. بله تمام اینم چیزاش جمع کرده بودم آورده بودم یعنی من نیاورده بودم خانومم آورد که بعدا رفت این مدارک من رو آورد. بله آورد من شبا تا ساعت 3 بعد از شب همینطور بیداری میکشیدم و اینا رو سرهم میکردم و مینوشتم و دونه به دونه با این بچه ها تماس میگرفتم و این کتابی شد به نام گلستان موسیقی ایران. بله. که دو بار چاپ شده. بله. این چاپ دوم بشه. بله. بله اینا چاپ دوم. بله. خوشبختانه خیلی استقبال کردم مردم و اینجا تو آخر کتاب جالبیه خیلی. بله آخر کتاب هستش اسم تمام دکترایی که خریدن به من تشویق کردن حتی بعضیشون گل فرستادن. بله محبت کردن این که من اینا رو با صندوق‌هاشون گذاشتم اونجا. خوب کار کردین. بله بله از این کتاب 35 تا دیگه مونده که باشون هم بفروشیم انشاءالله به شرکت آمریکایی دادم همشو فروختم هر دو چاپو و اینجا از اون سی باشه. ببخشید این کتاب گلستان موسیقی ایران. بله. اینجا نشونم دادیم آقای میرفخری هم نشون میده
این کتاب در فروشگاه هایی کتاب خوشی نیست. نه. عرض کنم هر کی بخواد بایستی به وسیله خودم از چیز البته یه شرکت آمریکایی دادم اون فروخت هر کس هم خرید از اونجا خرید ولی الان چون این 35 تاست در دسترس خود من هست هر کس با من تماس بگیره بله تلفنمو میگم بهتون الان همینجا بگم بله بگین 949-653-6667 949-653-6667 هر کس تماس بگیره این کتاب من تقدیم میکنم این عکسای رنگی هم داره بله که میاد بله قشنگ کلی و عکس هنرمندا چیزی جا... نه اینکه من نوشتم ولی ببینید براتون چیزیشی میخونم پیشکش به ملت هنریار سرزمینم به نصرت الله معینیان بزرگمرد وارسته‌ای که سهم و نقش کارساز او در احیا و اعتلاء موسیقی ایران به یاد ماندنی است به فرزندان دلبندم همایون هما همون هیلا من اینو به هم... جناب معینیان تقدیم کردم برای اینکه ایشون خیلی حق به گردن ما داره خیلی خیلی به گردن موسیقی بله. اصلا به گردن همه بله. کسانی که کارشون رو در رادیو شروع کردن از نویسنده بگیرید شاعر بگیرید آهنگساز بگیرید بازیگران نمایشنامه‌ها رو بگیرید فوق العاده دوران شکوفایی رادیو دورانی بود که آقای معینیان حضور داشت بله شروع تلویزیون بله بعد از شروع تلویزیون بله قبل از اینکه آقای بله قطبیان بله بله آقای معینیان یکی از خدمتگزاران واقعا صدیق واقعا انسان شریف شریف ترین مردان خدمتگزار تاریخ معاصر ما آفرین آفرین عرض کنم این فهرست کتاب میخونم براتون مقدمه فواید موسیقی تاثیر موسیقی در انسان ها موسیقی و طب تاثیر موسیقی در گیاهان تاثیر موسیقی در حیوانات واژه موسیقی از کجا اومده پیدایش موسیقی موسیقی از کجا اومده بله موسیقی ایران موسیقی دوران ساسانیان موسیقی بعد از اسلام، موسیقیدانان ایران در گذشته. موسیقی عهد باستان، موسیقی قدیمی ایران، اصطلاحات موسیقی، پیدایش دستگاه‌های موسیقی، دستگاه‌های موسیقی از کجا اومده؟ چگونگی موسیقی سنتی هفت دستگاه. سازهای موسیقی، سازهای کهن، تابلو سازهای ملی ایران، چگونگی اختراع تار. یعنی هیچ کس نمیدونه تاریخی درست کرده بله. ما اینجا ریشش در آورده گفتیم که خلاصش بله. میتونیم بگیم بله عرض کنم بزرگتون که اینجا اگه تار نگاه بکنین به شکل عشقه ببینید بذار اینجوری نگاه کنیم آقا یه چیز بگیرن اینو ها. بله یا خود تار اگه لطف کنین محبت کنه این تاره من به چی؟ آها آها بله چقدر خوبه بله اینجاست دیگه بفرمایید این تار باخو ببینید ببینید این ای دل دیگه آره شین اینم قاف عشق عشق بله توجه کردید خود تار به شکل عشق ساخته شده اون وقت بله از نظر آکوستیک یعنی صدا شناسی تار بهترین صدا را داره و اون شخصی که این تار اختراع کرده یه آدم بی سوادی نبوده بله یه آدمی بوده که آکوستیک میشناخته اکو رو میشناخته بله این تار اکو میده بله دو تا انباره داره از این صدا وارد میشه از این خارج میشه بله و اون مزراب حتما باش چی باشه برنج باشه این سیما چه آهنه و این یه صدای مطبوعی میده ما اینو تحقیق کردیم به این نتیجه رسیدم من که این کار فارابیه چرا؟ فارابی بله این دانشمندی بوده هنرمندی بوده که خیلی وارد بوده این دوتا کتاب داشته یکیش گم شده
من گفتم 100% در اون کتابی که گم شده اسم طارق آورده به یه وضعی، حالا ممکن اینجوری نبوده، مثلا یه ذره فرق کرده، ولی کار کار اونه، کار یه آدم نجار ساده نیست که بشه اینجوری بسازه. بله، این اینجا عکس طارق گذاشتیم رو، اینجا نوشتیم دیگه. بود عرض کنم من عکس اون دایم میگردیم اینجا پیدا کنم که شما یه تصویری بگیرید ازش. بله، آقای کسمایی. کسمایی بله. بله، کسمایی که در واقع میشه گفت الهام بخش آقای عطا الله خرم. بله. کسمایی بوده دیگه، وقتی صدای ساز رو شنیده شیفته موسیقی. بله. و مثلا اینجا بله عکس من با امین الله حسین. امین الله حسین میبینی بله. که آهنگ ساز بزرگ امین الله حسین میبینید که این امین الله حسین یک آهنگ ساز فوق العاده توانایی، پسرشون هم هنرپیشه بزرگ. آها بله بله. فرانسه روبرتو سن پسرشونه و این کارهای فوق. بله از اون نوشتم که داستانش خیلی قشنگ. بله. شب اول که برنامه اجرا میشه خیلی تشویق میکنن، ولی پول نداشتی که تاکسی بگیری بری، با خانومش پیاده میرن، در صورت چند صبح میرسن. این تو کتاب هست، چیزهای جالبی توش هست، نه اینکه من بخوام چیز تعریف بکنم. درسته. همش چیزهای جالبه. خب زحمت کشیدین دیگه. خیلی زحمت کشیدم، خیلی زحمت کشیدم، خیلی زحمت. این در لس آنجلس آمدن شما و این فرصتی دست داد که بتونید واقعا. آره دیگه این دایی منه اولی آقای. بله. اگه بشه ببینین آقای کسمایی. بله آقای کسمایی این ارکستریست که از شاگرداش درست کرده، ایرج کسمایی معروف بود و خیلی هم هنرمند بود هم ورزشکار. به به، ورزش هنر در کنار هم و اولین استاد شما میموده. بله بله، علاقمند الهام بخش من در موسیقی ایشون بوده. بله دیگه اینجا هم هنرمندای تمام هنرمندا اینجا سرگذشتشون هست. بله. چه نوازنده چه خانم. این گوگوش خانمو ببینید. این خانم گوگوش. بله. چند سال شده ایشون؟ 6 سال 7 سال. این عکس شما داشتین ها؟ اون وقت بله، اون وقت با اومده بودیم با چیز با گوگوش اینجا کنسرت بدیم، گوگوش به من داد. یعنی در زمان گذشته دیگه. در سال 1968 اومدیم اینجا کنسرت دادیم. با شوهرش و خودش و باباش خدا آمریکا. بله آمریکا. اون موقع خدا بیامرز صابر آتشین زنده بود. بله بله زنده بود. روانشون شاد. بله گوگوش هم از اون هنرمنده ها نیست که بله. مجید وفادار. تمام هنرمنده ها اینجا هستن و توضیح بله. دادم که کی هن، چی هن، کجا بودن. خب بینندگان ارجمند و گرامی، قسمت دوم گفتگوی ما رو با آقای عطاالله خرم این هنرمند عزیز و پیشکسوت دیدید و ملاحظه فرمودید. به هر حال نمیشه در یک برنامه دو برنامه همه آثار یک هنرمند رو ارزیابی کرد و بررسی کرد و به زوایای مختلف اون پرداخت. اینی که باز هم از این گفتگو یک قسمتی باقی مانده که اون را هم در برنامه هفته آینده ملاحظه خواهید کرد. در اینجا میخوام سپاسگزاری کنم از همکاران بسیار عزیز و گرامیم، ابتدا از آقای بابک کارگردان فنی برنامه، بعد از آقای فریدون میرفخرایی که در این گفتگو من در یاری کردن و همینطور از آقای نادر عزیز که مسائل فنی رو ادیت ها رو انجام دادن. با تشکر از همه دوستان عزیز و با سپاس از شما بینندگان ارجمند و گرامی
تا دیداری دیگر و برنامه دیگر همه شما را به خداوند بزرگ می سپارم. پاینده ایران.